سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هنغام الصبح سبر خند شود تسبیح و پاکی الله سبحانه و تعالی و ستایش او را به تعداد آفریدگانش و خوشنودی خودش و به اندازه سنگینی عرشش و جوهری سخنانش بیان می نماییم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزی از خانه همسری گرامی اش جویریه در حال بیرون شد که ایشان در مصلی خود نشسته بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به وقت چاشتگاه به خانه برگشت، متوجه شد که جویریه باز هم همانجا نشسته و مشغول خواندن ذکر و دعا است. با تعجب پرسید: هنوز همانجا نشسته ای؟ پاسخ داد: بلی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. فرمود: من 4 کلمه را 3 مرتبه گفتم که اگر همه آنچه که از صبح تا حالا خوانده ای با آنها مقایسه شود برابری نخواهد کرد. سپس دعای فوق را بیان نمود. پاداش اذکار پرمعنی و جامع فراتر از پاداش سایر اذکار هست. مشروعیت انتخاب مکان ویژه خانه برای عبادت بانوان، پیروی از سنت نزدیکترین راه برای کسب پاداش بیشتر است. در عبادت کمیت و تعداد مهم نیست، بلکه کیفیت و روش سنت مهم است.